حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه آموزش دیگه. امروز ما براتون یه مربای آلبالو با شربت آلبالوی فوق العاده خوشمزه درست کنم. اگه میخوای این ویدیو رو یاد بگیری تا آخر این ویدیو همراه من باش. بریم که با هم دیگه این مربای خوشمزه رو درست کنیم. خب بچه من اینجا 1 کیلو آلبالو دارم. این آلبالوی من آلبالوی تازه نیستش. من خریده بودم، فریز کرده بودم. دیگه گفتم براتون مربای آلبالو درست کنم. من این حساشو جدا کردم. به از الان 1 کیلو آلبالوه، 1 کیلو شکر اضافه میکنیم. خب این آلبالو رو که من حساشو درآوردم، لابلا شکر اضافه میکنم به این صورت. حالا بقیه آلبالو هم اضافه میکنم بهش و بقیه شکر رو اضافه میکنم به آلبالوامون. اصلا دیگه نیازی نیست ما آب اضافه کنیم بهش. میذارم 24 ساعت داخل یخچال بمونه تا این آلبالوهای ما آب بندازه. بریم بذاریمش تا 24 ساعت توی یخچال بمونه. گلم الان آلبالوهای ما دیگه آماده شده. بعد 24 ساعت که گذاشتم یخچال کاملا آب انداختن. اصلا به هیچ عنوان بهش آب اضافه نمی کنم. حالا میذارمش روی شعله گاز. یه چند تا نکته بهتون بگم. زیر گاز رو به هیچ عنوان زیاد نکنی، با حرارت متوسط میزنی تا این آلبالوها بجوشه. و بهتونم که گفتم توی قبل، به ازای هر کیلو آلبالو همون قدم شکر بهش اضافه میکنی. بعد شکرم لابلای آلبالو میریزی که کاملا این شکرها به خورد آلبالوامون برن. الان من اینجا گذاشتمش. ببینین قشنگ آب انداخته این خود آلبالو. میذارم این آلبالو کاملا بجوشه. یه ربع زمان میگیریم. بعد یه ربع بهتون میگم چیکار کنیم. خب دوستایی گلم، الان بعد یه ربع آلبالوی من جوشیده. این کف روی آلبالو رو میبینین کف کرده. این کف روشون رو میگیریم، باعث میشه مربای آلبالوی ما رنگ شفافتر بشه و خوش رنگتر بشه. بعد به هیچ عنوانم در قابلمه رو نمیذاریم، با حرارت متوسط این کفش هم میگیریم قشنگ. خب زیرش رو کمتر میکنم که راحت تر بتونیم این کف آلبالو رو بگیریم. یه خورده که این آلبالوامون نرم شد، من آلبالوها رو از شهدش میخوام جدا کنم. خب دوستان این گلن، الان بعد یه رو من آلبالوها رو از شهد میخوام جداش کنم. میریزمش توی یه ظرف دیگه. به این صورت جدا میکنیم. بچه ها پنج چیزی بهتون بگم. بعضی هم واسه مربای آلبالو که درست میکنن داخلش وانیل میریزن. خب میتونی این کارم کنی، ولی حواستون باشه وانیل رو لحظه آخر بهش اضافه کنیم، چون باعث میشه مربای شما تلخ بشه. خب الان بعد 20 دقیقه نیم ساعت با حرارت خیلی پایین گذاشتم شهد ما بپزه. حالا برای اینکه بخوام ببینم شهدم غلیظ شده، به اون غلظت رسیده یا نه، یه لیوان آب یخ رو کنارم گذاشتم. میبینیم بچه ها تهنشین شد. دوباره یه قاشق دیگه میریزم.
تهنشین شده، این الان دیگه آماده است. یا شما میتونید یه خورده از این شهد ورداریم بریزین توی یه نلبکی، بذارینش توی یخچال بمونه، بعد اونجا با دستتون تست کنین ببینین به اون غلظت رسیده یا نه. خب الان تقریبا آماده است، میذارم یه 5 دقیقه دیگه بمونه، زیرشو خاموش میکنم، چون زیر خاموشم که بشه سرد بشه این شهد ما غلیظ سر میشه. خب الان دیگه شهد ما آماده شده، فقط حواستون باشه میذاریم شهدمون کاملا خنک بشه. میبینیم حالا من از این شهدم که میریزم داخل آلبولیوم که جدا کردم، اگه میخوای شهدش بیشتر باشه خب شهدشو بیشتر میریزیم. الان من ریختم داخل این، یه همش میزنم، دوباره یه مقدار دیگه از شهدم ور میدارم. این دوست داشتی خب شهدش کمتر باشه، شما شهدشو کمتر میریزیم، دوباره یه همش میزنم. میبینین الان اینو من همه زدم، یه شیشه دارم اینجا، شستمش تمیز، میریزمش داخل یه ظرف شیشه ای. درشو میذاریم، میذاریم یخچال. بچه خیلی راحته، خیلی هم خوشمزه، اصلا دیگه نیازی نیست شما بریم مربا از بیرون بخرید. یه آلبالو میخواد و شکر، خیلی راحت هم زودم آماده میشه، خیلی راحت میتونی خونه تهیه کنی خودت. سعی کنیم که قاشق فلزی هم استفاده نکنیم. مربای ما که ریختمش توی ظرف شیشه ای، درشو میذاریم، میذاریم یخچال تا خنک بشه. حالا این شهدی هم که مون به عنوان شربت آلبالو ازش استفاده میکنم، میریزمش داخل این ظرفم، حالا با یه قیف خالیش میکنم توی ظرف شیشه ایمون. خواستم اینو بگیر نریزه خب این هم از شربت آلبالومون که ریختیم توی ظرف شیشه ای، بریم یه شربت آلبالو هم با هم دیگه درست کنیم. این هم از شربت آلبالومون، این هم از مربامون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و همین سادگی و خوشمزدگی. ممنون میشم که حتما کانال منو سابسکرایب کنید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.